وقتی کتاب من میدونم که چرا شما اهل سنت والجماعت عمر به خدا جا کردن زیدون، شما به حافظ و امام علی خدا جا کردن ولی کتاب هاش ننوشتن. در کتاب صحیح بخاری شماره 44 83 راوی خود عمر هست، درسته؟ قال قال عمر، عمر میگه وافقت الله فی ثلاث او وافقنی ربی فی ثلاث. همین چی میگه؟ عمر گفتن موافقت با الله در ثلاث، در سه کار. عمر با خدا در سه کار موافق بود، خدا همین کارا رو میگه با موافقت عمر بود. میشه اون یه جامعه خدا باشه چه عمر بونه. خب باشه، خوبیش. حالا از اینجا میگیم که نام چه عمر مونده؟ از اینجا میگیم که حضرت علی حضرت عمر خیلی دوست داشتن. بعد از اینکه حضرت عمر وفات میکنن، از دستی که پیش حضرت عمر دفن شده، به خاطر نام بچش علی عمر مونده. بسیار خوب. عبدالله، انا دماغو پدر مادر پیامبر، پدر پیامبر کافر بودیم مثلا. خب حضرت محمد پدرشون دستن خوردی بودن که از دست رفته بود، مسلمان نبود. نه، نام پدر محمد چی بود؟ خب بیشتر عبدالله. آفرین، نام پدر محمد که کافر بود عبدالله بود، عمر نام بچه خدا میشه یک کافر. چون عمر دوست عبدالله بود. اصلا من ساز نیست. اینقدر از پشت از کافر بعد از مرگش دیر شده بود نام بچه خدا عبدالله بود. تو کافر بودی. یا کافر مرده بود، یک اسمش از دیر شده بود نام بچه خدا کافر مرده. هیچ طور نیست. الله اکبر. یا من نگیستم. بیا بس جواب زیاد بده. کسی فقط عمر بود این فایده. یا فایده عمر بود انشاء. گسترش اسلام از شام گرفته تا مصر تا عراق تا کجا کجا با قدرتی که داشت الله عزوجل قرآن میگه لا اکرام فی الدین، تقدیم اجبار نیست. کسی نمیشه اون شرف بخشه که نگردن شما مونده. لا اکرام فی الدین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عمر بیرون سنت پیامبر بود یا دل خود کار از دل خود نمیگه چرا از دل بیرون سنت بود؟ ما بگو پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی زنده بود بدم شرامت به هیچ کشوری عمر بن خطاب برخلاف آیه قرآن که لا اکرام فی الدین چه قدر بود کفر جنگ و پرسان که اند کامنت خوندی فقط جواب نه 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 دوباره پرسان که دکلیپ خوب شبیه پرسان گفتم معذرت علی چرا بختر دختر ابو جهل خواستگاری رفته بود؟ در کجا نوشته ای؟ باشین یک دقیقه باشین تا تو پیدا میکنی من چند تا دو بزنم بیتا خواره برار خواره برار خواره برار خواره برار ما رو خیال سنیا که منتظریم که بگی که کجا خواستگاری رفته بود. من اینجا هست منتظر. از کتاب های ما هسته انشالله دیگه خوانده بودم فعلا پیشم چی نبود خواهی نمه برد نشان میتونم سبه حال ندارم منتظر خواهی یعنی خودت تال نشینده بودید یک چیزه این گپ ها چی هسته بیار دیگه حرف هایی نه خب بگه این دروغه خلاص دروغه نه من اصلا چرا چیزی که نمیدن اون چرا بگم دروغ هستم میخوام ببینم شما که دروغ نمیگه حتما هسته بیار یک لحظه باش از کتاب یه اهل سنت هم بود مشکل نیست مگه ما سنی هستم از کتاب از ما قرار بیاری دیگه باشی نگلت از کتاب خودت هم بیار گفت نیست برو بخیم تو سرت خلاص کن مگه میدونم در کجا هست برو من دو نیم سال پیش من رو جواب داده بودم کلیپ پیش ده بودم دو نیم سال پیش من نمیخوام فقط یک جواب میخوام اشکال نداره فقط گفتم که بدانی من رو دو نیم سال پیش کلیپ جور کردم جوابش دادم. خیر باشه من اینا رو میخوام یک بار دیگه ببینم که دوستا چون شما نوشته بودی که من بالا نمیام تو مرا دعو میزنی پایین میندازی نمیخوام پایین بندازم نه خدای نکرده من فحاش هستم منتظرم همین گپی که زدی رو نشان بده در کجا هست بخی کتاب سنی ها باش خیر چون میخوام در مردم نشان بدم که شما سنی ها تحقیق نمیکنید هر حرفی در تیک تاک و تلگرام و دیگه و دیگه شنیدید در مردم قصه میکنید خیلی هم که سرتان زور بیاد در گوگل نوشتم خب از امی سایتی ویکی فقه بخونم برتون صحیح است؟ اصلا من او رو کارت ندارم تو فقط دما بگو همی داستان چرا بخون بیخی از امر کجای میخون او ایجا گفته در روایت متعدد در کتاب شیعه و سوا اهل سنت درباره امی اذیت کردن حضرت فاطمه است که مثلا وقتی که حضرت علی خواستگاری دختر ابو جهل میره باز حضرت فاطمه دیگه اذیت میشه گرخون میشه باز پیش پیامبر اسلام میره اشکال نداره بخیر کتاب اهل تشیع و سنی آمده نه این حدیث صحیح مسلم هستم باشت من برای چیز رو بیارم
باش نک اگر پیدا بتونم در کتاب الدوشی سرش نشد دیگه. من گفتم تو اید ندیده همیت از گوگل خوانده قبول دارم برو، اما گفتم همیت قبول دارم، فقط تو اینا رو صبر کن. پس در کتاب سنی ها هم هست که علی کرم الله رفته بود در خواستگاری دختر ابو جهل، نه؟ بسیار خوب. و فاطمه دختر پیغمبر ناراحت شده بود، وقتی که این خبرشون دیده بود ناراحت شده بود، نه؟ باز میره پیش پیغمبر اسلام میگه این توی چیز شده. خوبش خوبش باز زموج باز پیامبر اسلام میره نزدی حضرت علی میگه که فاطمه میگه پاره تنم هست، میگه چرا؟ میگه مثلا چه؟ یک لحظه معلوم میگه. امی کتاب، امی یک ده کتاب التشایی به نام شریف الامالی. شریف الامالی، درست. بله، روایت امام صادق، درست. باشت که من میره یک لحظه کجا شد خدایم. مقصود ما کدام قرض دیگه ندارم فقط. نه ارگپ نیسته، اید گپی نیسته. من همینجا خیلی دوست داشتم که شما حضور پیدا کنی که امیر من نشاند اینا ها. پس علی کرمه الله، امیرم من کپی کنم. اوکی، خب. علی کرمه الله وجهو در خواستگاری دختر ابو جهل میره. در کتاب صحیح بخاری روایت صحیح هسته، فاطمتون بدعتون منی فمن اغضبها ها اغضبنی، کسی که فاطمه را اذیت کنه من را اذیت کرده، درسته؟ پیغمبر خدا میگه فاطمه از من یک کسی که او رو غضبناک کنه من رو غضبناک کده، درست؟ بله. علی کرمه الله خواستگاری دختر ابو جهل رفته بود و فاطمه زهرا همسرش غضبناک شده بود، نه؟ پس یعنی علی کرمه الله پیغمبر رو غضبناک کده بود، نه؟ خب گوش کن من مشکل ندارم، فقط میخوایم بفهمم. فقط نه، حدیث هست که فاطمه پاره تن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، کسی که ایشان اذیت کنه پیغمبر اذیت کردن. حالا الله در قرآن چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. کسی که پیغمبر را اذیت آزار کنه الله او را در دنیا و آخرت لعنت میکنه. پس طبق از این روایت صحیح الله علی کرم طبق از این آیه قرآن خداوند خلیفه چهارم علی کرمجه الله را در دنیا و آخرت لعنت کرده، نه؟ نه، اول آیه را بگو. آیه کدام آیه است؟ مربوط کدام سوره؟ آها، قرآن خوانده میشه؟ بیشترین قرآن کریم است میخواییم باز کنم، خب چه مشکل است؟ باشه مفتی لعنت کنه، درست است؟ نه ازیاد لعنت چی هسته؟ سوره احزاب آیه 57. احزاب 57 بیار بیم بخوان بلند بخوان مردم بشنم. اینجا لعنت هم شما گفتین صفر لعنت دعای قرآن هسته. بخوان احزاب 57 بخوان. خب گفته که آنانی که خدا و رسول را به عصیان و مخالفت آزار و عصیان نیست، عصیان هسته، درست؟ خب بیجه چیز نداره، پیش چیز نداره، نظر داره، پایان داره. خب پیش داشته باشه که من ایره عصیان بخوانم، به عصیان و مخالفت آزار و همو عصیان. خب عصیان سید، به عصیان و مخالفت آزار و اذیت میکنند، خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن کرده و از رحمت خود دور گرداند و باران آن را بازی ها دیگه. کسی که خدا و پیغمبر اذیت و آزار بکنه خدا و را لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا، درستم؟ آها، پس الله علی کرمجه الله را لعنت کرده چون که باعث شد پیغمبر ناراحت بشه. طبق از این آیه شان نزول هم داره، میشه شان نزولش هم بکنم؟ چرا شان نزولش هم چرا رفتی در شان نزول داره؟ مکنه میگم راجع به علی نازل شده، حکم آیه کلی هست، همه قصد نمیفهمی؟ میگه این الذین، هر کسی که باشه چی تا امروز، چی دیروز، چی تا روز قیامت، کسی که الله رسول را اذیت آزار بکنه
لعنهم الله في الدنيا والآخرة، خدا او را در دنیا و آخرت لعنت میکنه. اینا ما بگو که الله علی کرمج الله را در دنیا و آخرت لعنت کرد، چرا که باعث شد پیغمبر ناراحت شد. درسته؟ وای 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 خلیفه چهارم، وای 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 چی شد؟ نمیشنم صدای تو را آقای فر. علی آزار و اذیت پیغمبر اسلام از طرف تنها از طرف علی علیه السلام نشده، از طرف ما فقط همین جو میخوام راجع به علی کرمج الله خلیفه چهارم از چهاریار با صفا صحبت کنم. نه دیگه گوش کن کریم و جلو چرا میگی کرمج الله دیگه؟ نمیگن تو علی کرمج الله؟ چون ما عربی ما خوب نیست. چی میگن امورا؟ و خدا داره تو خب پشتش نگرد، پشتش نگرد. امی خلیفه چهارم از چهار یار باصفا دما بگو که خدا ایره در دنیا و آخرت مگه لعنت نکده؟ این آیه قرآن و بیجا آیه قرآن خدا ما را در دنیا و آخرت. ما امیره گفتم دیگه آیه قرآن خواندیم. آیا پیغمبر از علی کرمج الله ناراحت شد یا نشد؟ وقتی که میگه پشینید خود تو اول آمده چی گفتی؟ گفتی ناراحت شد. نه؟ خب ناراحت شده خلیفه علی علیه السلام خلیفه اسلام بوده و مثل مردم های خدا رو لعنت کنن. ما حدیث اصلا حدیث هم کنار بان، اول قرآن هست، در گپ خدا رو قبول نداریم. نه خود چرا از سر ازدواج آمدید از سر لعی چیز ازدواج رو قبول کردم، ازدواج کرد پیغمبر ناراحت شد، طبق از آیه قرآن خلیفه چهارم رو خدا در دنیا و آخرت لعنت. نه این روایت خودت جواب بدی، من چرا جواب بدم؟ خلیفه از توی حدیث کتاب اهل سنت صحیح مسلم است. خب من از اهل تشیع برد کتاب گفتم. خب اهل تشیع، اهل تشیع امیر نقل قول کرده. من میگم اهل تشیع می گپ میزنه. اینا رو تو بگو. خلیفه چهارم را خدا در دنیا و آخرت لعنت کرده. بله یا نه؟ نه. چرا؟ پیغمبر اذیت کرد، خود تو گفتی آیه قرآن هم که من برات خوندم. دیگه. پس پیغمبر بخشیدش دیگه. پس پیغمبر بخشیدش؟ پیغمبر پس بخشیدش ها چون پیغمبر بخشیدش تمام دیگه. پس این چیزی که میگی در کتاب شیعه ها آمده که اذیت کردن و پیغمبر بخشیدش، پیغمبر که بخشید تو چی کاره باشی که از ما پرسان کنی؟ اومده باری هدف ما بخشش و چیز نبود، فقط اما قدر که هدف من بخشش نیسته. چرا علی کرمج الله این کار کرد؟ پس من بخشش را کار ندارم. چرا پیغمبر ناراحت کرد؟ مگر نمیدانست که خدا لعنتش میکنه در دنیا و آخرت؟ نه قمر جان، یک بحث ما ایده بودم، گفته بودن که بی بی عایشه مثلا به حساب ای کافر است که مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی کرده بود، ناراحت کرده بود، جگرخون کرده بود. پس علی من قبول دارم هر چی تو میگی، من قبول دارم. پس علی کرمج الله کافر است، هم بی بی عایشه کافر، پیغمبر اذیت کرده، هم علی. نه اگه دقیقه گپ که او کافر شوه خیلی چطور باز از طرفی مثلا حضرت علی هم ناراحت شده؟ خب مثلا این یک چیز این دین است دیگه، هم زن پیغمبر کافر میشه هم دامادش چهاریار با صفا. چیکار کنیم؟ آیه قرآن، قرآن هم که تغییر داده نمیشه. اینو چیکار کنیم؟ چه خاک بزخت تا کی منتظر باشیم؟ خب اینجا باز هم همون چیز است، مثلا گفته که عربی رو خونه میفهم فاطمه تو اصلا ولش کن، مردم خود چه فهم بیرن پشتش نمیگرد. اناری ما امیر تایتل هم دوباره نوشته کنم، امیر اگه جواب بدین. یک دو پانزده فایده آیه برای پیامبر چی بود؟ توهین میکنین اخلاقی هم نه، کسی توهین نمیکنه، کسی که فایده آیه برای پیامبر چی بود بفهم. خب در بین اینقدر خانم هایی که پیامبر اسلام داشت چرا باید آیشه رو مثال بتین؟ چون آیشه رو اگر بگیم از دیگاهش اصلا همه دیگاهش هم حل بشه. نه خب همیشه موضوعی تون آیشه خب خانم زیاد داشت. قرآن میگه مادر مؤمنان هستن، حق ندارم راجب مادر مؤمنان راجب مادر خود صحبت کنم. آیشه مادرم هستن. نه نار دما بگو فایدهش برای پیامبر چی بود بفرمایید. خب حفصه را هم گفته چرا او رو نمیگین؟ خب فایده حفصه برای پیغمبر چی؟ چشت خب در کتاب آمده که به حساب فعالیت های شاید فعالیت های سیاسی زیاد داشته بعد از رحلت پیغمبر. فعالیت های سیاسی چی؟ نام بگیر، نام بگیر بزرگوار. تشکر میکنم از شما که میخوام از شما یاد بگیرم چه فعالیت سیاسی میکرد، چه فایده داشت برای پیغمبر. زیاد نمیخوام، یکیشه بگو واضح بود. خب
خب در حساب خلیفه خلافت یعنی خلیفه اول و دوم زیاد کوشش کرد که مثلا زمین سازش بود دیگه. این یک چیز برد بگویم زمین ساز خلافت خلیفه اول و دوم بود؟ اول دوم ما. چه ربطه در از اونا داره؟ به چی پیغمبر چه بود؟ ها؟ ها؟ فایدهش برای پیغمبر چی بود؟ چه ربطه در خلیفه اول و دوم داره؟ اونم که میگید شورا انتخاب کرد، چه ربطه در عایشه داره؟ عایشه خود شورا نبود. چطیات بنده یم تمام بگو فایده پیغمبر سوال کده میری. خب اول خودت باید جواب مرد سوال موقع سوال کده میری یک سوال بیشتر من پرسان نگده ما بچه چرا نمیفهم خودت خو امامت حضرت علی رو بعد از پیغمبر ثابت کن. او نه بابا امال روافظ قبر پرست است ما قبولت ندارم. تمام بگو که فایده علی فایده عایشه برای پیغمبر چی بود؟ خب باید من در این باره بخوانم که برات بگویم. اوکی پس یک فایده علی کرمجه الله رو برای اسلام بکن برای پیغمبر نه یک فایدهش برای اسلام چی؟ از حضرت عمر رو بگویم چی؟ از حضرت عمر رو برات بگویم فایدهش از یک فایده عمر رو برای اسلام بکن. گسترش اسلام از شام گرفته تا مصر تا عراق تا کجا کجا را خوبش قبول کرد گسترش داره چرا؟ با قدرتی که داشت الله عز و جل در قرآن میگه لا اکرام فی الدین در دین اجبار نیست کسی رو نمیده لا اکرام فی الدین پیغمبر خدا صلی الله امی عمر پیرو به سنت پیغمبر بود یا از دل خود کنم کار میکن از دل خود نمیکرد چرا از دل خود کنم پیرو به سنت بود اما بگو که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی زنده بود کدام کشور حمله کرد به هیچ کشوری عمر ابن خطاب برخلاف آیه قرآن که لا اکراه فی الدین چی گفته در مردم حلک با کفار خو جنگید با کفار جنگید؟ آه با کفار قریش دقیقا خودی چیز جنگید کدام یک جنگ نام بگیر که عمر جنگ کرده باشه بذار یک کار ساده میکنیم عمر نمیگم که دقیقا اوجا جنگ کرده عمر صحیح است بذار اصلا یک کار دیگه میکنیم ایدم بحث آسان تر میکنیم ساده تر که مردم هم بفهمن یک نفر فقط یک دو هم نه فقط یک نفر رو نام بگیر که عمر کشته باشه کافر باشه عمر کشته باشه یک یه قد جنگ کرد کشورها رو پتک کرد یک دانه کافر رو بگو که عمر کشته باشه من اینه مال سن نمیشه یک دانه کافر یک دانه شو یک دانه فقط نام بگیر که عمر کشته باشه یه قد جنگ کرد دلیر بود کجا بود یک رم باید کشته باشه یک نام شروع بگیر یک دانه شاید زیادتر برد بگیره با یک شب بگو خیر خوب یک در قده ای کشورهایی که مثلا رفت آقا جان من قبل اینمی این قصد که حمله کرد دلاور بود یک نفر رو نام بگرده چون بحث چپ ما بریم خب شاید خسرو پرویز عجب احمقی هستی خسرو پرویز عمر کشت بودن خسرو پرویز کسی بود که خود پیغمبر داشت نامه نوشت نامه رو پاره کرد اون زمان پیغمبر نبود بعد پیغمبر ابوبکر آمد بعدش تازه عمر آمد اون با شورا ایره بان چرت و پرت نگو کافر رو نام میگه عمر کشت میگه خسرو پرویز عجب خیلی خب یک دقیقه وقتی که با بالای مصر و ایجا که رفت سوالای ما رو جواب نمیدی هی یک دقیقه ایره جواب ندادی او دیگر جواب ندادی ایرم که جواب نمیدی که یک نفر رو نام بگیر تو را ما فواید چه برات گفتم من میگم که تو یک سوال حداقل واسه رضای خدا یک شب پاسخ بدی که من بگم خیر فلان من سوال میکنم من میسلام کی بیشتر گسترش بده بازم شروع کرد که من پرسان میکنم هر جای بند میمونم و گورا چی میکنی من پرسان میکنم اورا بان من پرسان میکنم چی میکنی من چی میکنم انار بذار برای آخرین بار هستن یک مطلب ساده تر ازت میپرسم که دیگه نمیدونم من چی بپرسم که تو جواب بده چرا عمر شما میگید که همین حدیث شنیده که پیغمبر خدا گفتن اگر بعد من پیغمبر بود عمر پیغمبر میشد نه نشنیده بسیار خوب در صحیح بخاری یک روایت هست که عمر ابن خطاب میگه خدا سه کار با موافقت من انجام داد یعنی خداوند با ما مشورت کرد سه کار انجام داد ما با خدا موافقت کردم که این کار را بکنم میشه ما بگی که چرا عمر خدا نشد خب نه اول باید بگی که من این را ببینم که صحیح است یا نه چون نه شما هم روافظ بری روافظ علی را خدا جور کردن باز اونا در کتاب های خود ننوشتن علی خدا هستن باز شما سمسه عمر خدا جور کردید باز اون را در کتاب های خود نوشته کردید
سیکون در معتبرترین کتاب. من نمیدونم که چرا شما اهل سنت و جماعت عمر رو به خدا جور کردید. سیکون شما هم روافض باری اونا علی رو خدا جور کردن ولی در کتابایش ننوشتن. در کتاب صحیح بخاری شماره 4483 راوی خود عمر هسته، درسته؟ قال عمر، عمر میگه وافقت الله فی ثلاث او وافقنی ربی فی ثلاث. همین چی میگه؟ همین عمر گفته موافقت کردم با الله در ثلاث، در سه کار. عمر با خدا در سه کار موافق بود. خدا همین کارها رو که میکرد با موافقت عمر بود. میشه ما بگی که عمر چرا خدا نشد؟ نه یک دقیقه، غیر از پیامبر اسلام که خدا عمر و حضرت علی و یاد ارتباط بود؟ عمر بخی میگه خدا از من اجازه میگرفت، نه دیگه نشان دادم پشت امر روایت امر نمره شه. بگوین من اینجه فورس شه بخونم. بخون 4483 دیوانه این چی بلا. هم اول خواندم امی عمر چرا خدا نشد؟ پیغمبر خوابان خدا وقتی با عزی مشورت میکنه بهتر نبود عمر خدا شما؟ یعنی شما سنی ها عمر پرستی میکنید؟ ای غم در اینا، خودتان عمر خدا جر کردید باز رفافظ هم میگید که علی پرست هست. ای شما عمر پرست در از خبر شدم گفت نجیب برود اندیوال تو گفت آمیدم. ای تو غم در اینا همین 4483 رو در مردم توضیح بید. یک لحظه من اینجا باز کنم. اوی سیاد سیاد خب بخونین امور مکمل بخونین شما بخون دیگه. من یک بار خواندم دروغ مرد مردم بگو خودت میخوانی ترجمه چرا بخون پشتو بازی نکده. یک دفعه میگه امور بگو که من سعی کنم حال باز میگه دوباره بخون. من خواه خواندم دلیل خودم گفتم اینا رو تیاد دروغ مرا بکنم. یه گفته که من به خدا در سه چیز موافقت کردم. نه از اول بلند خونه همه قدر شما خوندین من خوندم. از اول خواه مگم از اول دوباره بخون. چی گفتی؟ گفتم من با خدا در سه چیز موافقت الله کردم. الله اکبر. من با خدا در سه کار موافق بود. خب من با خدا در سه کار موافق بودم. اینا رو دمام بگو که وقتی که من با خدا در سه کار باش موافق بودم امیچ من چرا خودم خدا نشدم؟ خدا امیره با موافقت من انجام میدادی قد من مشورت میکرد من قد سه کارش رو موافق بود. بذار قرآن رو سعی کنیم. الله عز و جل امی خدا الله های از محمد مشورت میگرفت که بچهش محمد امی کار کنیم یا نکنیم؟ از پیغمبر خود مشورت میگرفت؟ نخوندیم اون یک چیزه. خب نخونده چرا کنم از عمر مشورت میگرفت؟ باز عمرم در سه کار فقط در سه کار موافق بود. چرا امیر مطمئن نمیخونی خوب؟ خب بخون مگه من جلوی تو رو گرفتم با دیوانه چی بلا قابل باشه روز ماندگیس بخون خوب. آقا تو ده مردم بخون دیوانه چی بلا مگه چرا تو امیر نمیخونی؟ روایت پیش چی فارسی هست ده من مگه چرا ده مردم نمیخونی خب؟ اگه دروغ میگم بخون اما از اول با صدای بلند کامل بخون مردم بشن. پیش امام فارسی نیست، پیش امام اردو عربی است، فقط ترجمه صحیح نمیکنه. ترجمه که من قبول دارم. ترجمه کامل پیشتر که میگفتید با مد سه کار با خدا موافق بودم بقیه‌اش هم ترجمه کنم. تعدادی کلمات زیاد است او قدر گنجایش نداره که من اینو ترجمه کنم. دیدید؟ عمر خب شما چرا عمر را گرفتید خدا جور کردید؟ عمر چرا خدا باشه؟ خدا با از این مشورت میکرد این هم در سه کار با خدا موافق بود. در کجا گفتم مشورت کردیم؟ خب من الان با تو موافق هستم. یعنی چی؟ همین گفتی که تو زدیر یعنی من قبول کردیم نه؟ خب خداوند امر کرده یا قبول کرده؟ خدا امر کرده همین سه کار را این قبول کرده. میشه یک دو کلمه بعدش هم بخوانی؟ بعدش چی میگم؟ این موضوع رو وقتی که میاری باید خودت بخونی. من چرا بخونم؟ الله اکبر. بعدش نمیخونه. چرا؟ چون بعدش میگه او واثقنی ربی فی ثلاث، یا اینکه خدا با من دست کار موافق بود. واثقت الله فی ثلاث او واثقنی ربی فی ثلاث. الله اکبر. دیدید سنی ها عمر خدا ساختن؟ خدا با اجازه عمر میگه آیات نازل میکرد، خدا دست کار با عمر مشورت کرد، دید موافق است، گفت بچش خوب است. اناری
چالنجش میدونم میگم بقیه شده تو دا مردم بخون اگه من دروغ میگم نمیخوام. یک سوال یک دقیقه سیل بخوری چقدر عزیز یک دقیقه باز یک سیل بخوری اینا رو خوب دقت کنید که سیل بخوری تقریبا وقتی که سنی بند میمونه چیکار میکنه یک دور برگردون جور میکنه خوابی روان که یک سوال دیگه خوابی رو چی میکنی که یک گپ دیگه خب پرسون و خودت گپ میزنی خودت جواب میدی ما جواب نمیدم میگم عمر چرا خدا نشد شما که عمر خدا جور کردی و کی خدا جورش کرده؟ کی گفته خدا از اومد؟ خود عمر میگه که الله دست کار با من موافق بود. خوی چی رب یعنی خدا بودنش ثابت میکنه؟ چی؟ امی ایت یک چیز کی گفته یعنی خدا بودنش ثابت میکنه؟ میگه یعنی که دست کار من با الله موافق بودم، الله دست کار با من موافق بود. خب چرا اینجا ترجمه ایمد اگر چیز میکشه فقط گفته که خب بخون ترجمه خدا در مردم بخون عجب بدبختی است و فقط مدرون شده گرفتیم بخون تو در مردم اصلی شده اولش برد گفتم که گفته که من در سه چیز با خدا موافق هستم پس در سه چیز فقط با خدا موافق بوده خب بقیه شو بقیه شو گفتم ترجمه نکده ترجمه نمیتونه مر اینجا با کم گفتن که چرا ترجمه نمی کنی من فالوورم کم از کمره را آن کنم خود خودت کمره داری آن کن نشان بده او بدنه یه عربی است امال پیشتر تو را نشان دارم دیوانه چه بود بخواه نیجی شاید یک چند نفر در پایین عربی از اقل بفهم اکی راست میگی عجب خدا زده ای هستم شماره روایت خواندم خود چه رفته پیدا کردم میگه که مردم شاید بفهمم همی که من تو گفتم مردم هم شنیده دیگه که 44-83 صحیح بخاری سایت های ایرانی از سایل بخاری از کجا با ترجمه میمونن یا عجب احمقی هستی اگه سایت ایرانی تو از کجا اردیش رو پیدا کنید مردم گفته که نامی بچه حضرت علی عمر است دیدین بحث کجا رفته نوی سایت ایرانی هم اگر ایرانی هسته تو چه شله هستی ترجمه که درایی است عجب خری است خب صحیح است جواب قرآن کریم میگه در ایران است صحابه در صحیح بخاری عایشه را خر و سگ می دانستن فقط گفتم که دیاد تو باشه حالا گفتی نام بچه خدا چی گذاشته؟ هم مردم بخوامن؟ حضرت نام بچه خدا عمر پی کی؟ حضرت علی اما اینکه خدا در دنیا آخره لعنت کرده بود؟ خب میگم نویم بجش چرا عمر مونده بود؟ کسی که خدا در دنیا و آخرت رو لعنت کرده بود از آیات قرآن اول برنامه دیدیم الان میگه نام بچه خود عمر گذاشته چرا نویم بجش عمر بونه؟ خب باشه خوبش حالا از این چه نتیجه میگیریم که نام بچه خود عمر مونده؟ از این نتیجه میگیریم که حضرت علی حضرت عمر خیلی دوست داشته بعد از اینکه حضرت عمر وفات میکنه از دستی که پشت حضرت عمر دخم شده و او خاطر نویم بچهش عمر مونده بسیار خوب بسیار خوب اداره دماغ بود کسی که علی را دوست نداشته باشه چی هسته؟ خوشی سوال های تکرانی و بار هر بار که بیم همین رو بگم کسی که علی را دوست نداشته باشه با. چرا میترسی جواب وقت من کدام مشکل روانی داره که دوست نداره وقت من کدام مشکل روانی داره عمر ابن خطاب نامی هیچ کدام از بچه های خود علی نماند پس یعنی علی را دوست نداره عمر ابن خطاب یک روانی است آقا جان نام بچه خود را عمر گذاشتن سنی که سرش زارم آد یک دفعه سنی یعنی این سیستم هسته شما چوبه در باسن یک چیز که بزنی داد میکرد من جواب بدم. هر موقع که چوب در باسنشون هر موقع دیدی صدایشون بالا رفت می جواب همین سوال تا بتو میونه جواب همین سوال تا بتو میونه موقع جواب همین سوال تا الان لال بود الان میخواد جواب بده انار دماغ گپ خوب دقت کن گفتی که علی اسم بچه خود عمر گذاشتن تنها علی نمونده یعنی عمر را دو عجب احمقی هستی گوش که دیگه علی اسم بچه خود عمر گذاشته یعنی عمر را دوست داره بسیار خوب عمر چرا عمر اگر علی را دوست داشت چرا نام بچه خود علی نذاشت چون یک دقیقه حضرت علی زمانی نام بچه خود عمر چرا نام بچه خود علی نذاشت به خاطر اینکه حیات بودن یکی دیگه شون میدیدن یکی دیگه شون میدیدن از او خاطر نمونده آها چون که زنده بود از او خاطر نذاشته آه نذاشته بسیار زیبا بسیار زیبا میگه که عمر ابن خطاب چون که قبل از علی از دنیا رفته در او خاطر اسم بچه خود علی نذاشته همیشه او رو میدیدنه چون در او وقت زنده بودن یکی دیگه شان رو میدیدن از او خاطر و حضرت علی اون به خاطر بچه خود میشه بگید چی مانده؟ کی؟ عمر نام پسر خود چی مانده؟ یک تا بچه نداشت چند دو نداشت نام یک شه عبدالله بود بود یا نبود؟ بود بسیار خوب عبدالله بود انار دما بگو پدر و مادر پیغمبر کافر بود یا مسلمان
خب حضرت محمد پدرشون در سنی خوردی بودن که از دست رفته بود، مسلمان نبود نه؟ خب نام پدر محمد چی بود؟ خب گفتی پیشتر عبدالله. آفرین، نام پدر محمد که کافر بود عبدالله بود، عمر هم نام بچه خودم مثل یک کافر چون کافرها را دوست داشت عبدالله ماده بود. اصلا دلیل منطقی نیست. میگه اصلا منطق ساز نیسته، اینقدر از پشت از او کافر بعد از مرگش دیق شده بود که نام بچه خود عبدالله ماند. خود کافر بود دیگه. یک کافر مرده بود، یک قسم پشت از او دیق شده بود، نام بچه خود یک کافر مانده. این چطور میشه؟ این خب منطقی نیست. منطقی منطقی نیست. الله اکبر، میگه منطقی نیست. دیگه بسش، وقت زیادی دیدن. باز کلیپ خود در پنبجا نگاه کن. از عجایب روزگار هسته. ای دیگهش در کامنت ها نوشته کده عبدالله چی معنا؟ عجب خری هستی. اگر عبدالله عبد یعنی بنده، الله یعنی الله. اگر نام پدر پیغمبر بنده الله بود، شما چرا او رو کافر میدنی؟ تینات احمق نی سنی ها. یک سنی دیگهش در کامنت ها اسپم کده خود پاره کد، میگه که او فلانی عبدالله چه معنا؟ اگر عبدالله یعنی بنده الله، شما چه گم بخورید پدر پیغمبر کافر میگید وقت نامش بنده الله بود؟ یک بنده الله رو چرا کافر میگید؟ یعنی مغز یک سنی هست، یعنی مغز یک سنی هستن. میگه پدر محمد صلی الله علیه و سلم مسلمان بود، خود صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم میگه پدرم در جهنم هست. خود صلی الله علیه و سلم میگه ابی و ابوک فی النار، صحابی پدر تو قد پدر من در جهنم چکر میزنه. تو بیشتر میفهمی یا خون صلی الله علیه و سلم؟ الله اکبر، قفاقا یکی دوتا که نیستم، یک قفا دو قفا و دیگه ایش میگه مرم یک قفاق ده، او رم یک قفاق میزنه.